جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نکترد سلام دوستان عزیز حالتون چطوره؟ امیدواریم و سرحال پای رسانتون نشسته باشید تا مطالب درسی امروز رو با هم مرور کنیم با هم میخوایم امروز همچنان توی بخش اول بچرخیم و مطالبی رو از فصل دوم یاد بگیریم فصل دوم اندازگیری در علوم رو بیان کرده ابزارهایی که نیاز داریم و اندازگیری همونطور که توی جلسه اول خدمتون ارز کردم اندازگیری یکی از مهمترین مهارتهای یادگیری علومه اندازگیری به ما کمک میکنه تا کارهامون در آزمایش دقیق و قوی انجام بشه و در نتیجه آزمایش بهتری انجام بدیم و نتایج بهتری بگیریم برای همین با عنوان مهارت اندازگیری کار این جلسه رو آغاز میکنیم ما برای اندازگیری بسیاری از چیزها به وسایل مختلفی نیاز داریم که امروزه به وجود اومده و خیلی از چیزها هم هست که هنوز به وسایل نیاز داریم که کشف یا اختراع نشده بر این اساس اینجا نمونه هایی رو دارید میبینید که اختراع شده با وجود اومده و ازش استفاده میکنند. ما با کمک میکروسکوپ مقدار و مساحت مواد ذربینی رو اندازه میگیریم مواد بسیار ریز سلول ها میکروب ها مولکول ها فشار سنج فشار خون بدن رو اندازه میگیره این ترازوی که دارید میبینید جرم بدن رو اندازه میگیره ترازوی دیجیتال قوی تر و دقیق تر هست و جرم رو هم به گرم هم به کیلوگرم به ما میده تب سنج رو دارید میبینید که میزان دمای داخلی بدن رو به ما ارائه میده و کرونومتر یا زمان سنج رو دارید میبینید که به ما زمان رو بر حسب ثانیه نشون میده از این ابزارها یا دیدید یا استفاده کردید آشنا هستید باهاش اما یه مقدار بیشتر راجع به اندازه گیری بدونیم بعد بریم سراغ کمیت هایی که میشه اندازه گرفت در علوم امسال با کلمه زیاد روبرو رو میشید با عنوان یکا یکا همون واحد اندازه گیریه تا حالا طول حیات مدرسه‌تون رو اندازه گرفتید طول کلاستون رو اندازه گرفتید با چه ابزاری؟ با هر ابزاری که مد نظرته یک چیزی رو به عنوان واحد اندازه گیری یک اندازه گیری مد نظرات قرار میده با اون اندازه میگیری مثل قدم مثل وجب مثل چهار انگشت چهار انگشت مثل طول همین وسیله ای که دست منه تمام این موارد میتونه ابزاری باشه برای گیری طول این حیات اما کدومش در سراسر جهان مورد استفاده میتونه قرار بگیره مرسی هیچ کدومش من و شما نیاز داریم واحدی داشته باشیم که در تمام دنیا در هر جایی بشه ازش استفاده کرد چه در ایران چه در کانادا چه در آفریقای مرکزی و چه در زلاند نو هیچ فرقی نمیکنه هر کشوری که حضور پیدا بکنه یک دانش آموز در اونجا و بخواد اندازه بگیره بتونه باش اندازه بگیره همین هم باعث شده دانشمندان دور هم جمع بشن و دنبال راههایی باشن برای اینکه یک معیار یک شاخص یک وسیله مشخص برای اندازه گیری به وجود بیاره البته مروری بکنیم روی نکات مهم خود اندازه گیری اندازه گیری یک محله مهم برای جمعوری اطلاعات در آزمایش اندازه گیری به ما کمک میکنه تا اشیا رو از هر لحاظ که مد نظرمون اندازه بگیریم کوچیکی بزرگیشون رو مقدارشون رو بلندی یا کوتاهیشون رو بعد بتونیم راحت با هم مقایسه کنیم یعنی ابزار مقایسه ما پیش نیاز مقایسه ما باز هم اندازه گیریه اندازه گیری رو همونطوری گفتیم با یکا یا واحد مشخص گزارش میکنیم و نشون میدیم بحث به اینجا رسید که دانشمندا برای این که بتونند در هر جای دنیا با یک معیار مشخصی اندازه بگیرند نشستند و معیارهای استاندارد یکاهای استانداردی برای اندازه گیری تولید کردن ساختن و اختراع کردن مثلا برای همون طولی که ما عرض کردیم خدمتتون یکای اندازه گیری رو متر قرار دادن یک متر و اولین یکاهای استاندارد اندازه گیری هم که توسط دانشمندا به وجود اومد طول جرم و زمان هست برای جرم کیلوگرم رو در نظر گرفتم برای زمان ثانیه رو و برای طول هم همونطور که گفتم متر رو زمانی که به صحبت از استاندارد میشه اون معیاره است اون شاخص است که در هر جای دنیا بتونه مورد اندازه گیری قرار بگیره اجسام مختلف و هر, و هر کمیتی که مد نظره و یکی در بیاد یعنی من اگر میخوام طول این قلم رو به دست بیارم این قلم در اینجا اندازش با یکای استاندارد متر با اندازش توی مشهد یا اندازش توی تبریز هم یکی باشه و این اساس بریم سراغ کمیت هایی که میتونیم اندازه بگیریم اولین کمیتی که با هم بررسی میکنیم جرم هست هر جسمی آنچه که از قبل یاد گرفتیم هم جرم داره هم حجم حجم رو جداگانه بررسی میکنیم اما جرم جرم مقدار ماده تشکیل دهنده یک جسمه مقدار مادهی که من رو داره تشکیل میده جرم من هست میرم روی ترازو 73 کیلو هستم و جرممو رو میبینم و متوجه میشم مقدار ماده تشکیل دهنده جسمان 73 کیلوگرمه گرمه یک های اندازه گیری جرم کیلوگرمه اما آیا کیلوگرم برای هر جسمی هر ماده ای میتونه استفاده بشه آیا کیلوگرم برای این یا این کنترلی که دست من هست زیاد نیست یا ساعتی که دارید میبینید زیاده درسته ما به یکای کوچکتری هم نیاز داریم برای چیزهای کوچکتر و ریزتر و اون یکای گرم هست حتما بین یکاهای گیری در هر کمیت رابطه ای وجود داره اینجا این رابطه چگونه وجود اومده؟ یک کیلوگرم رو به هزار قسمت هم اندازه تقسیم کردند و گرم رو به وجود آوردن علامت اختصاریش رو هم که دارید میبینید اگر چنین علامت هایی رو دیدید یعنی کیلوگرم یا گرم بر این اساس میشه چیزهای کوچک کمتر از یک کیلو رو هم یک کمی دقیقتر اندازه گرفت و نمونه های دیگه ای که حتما توی مدرسه انجام دادید دیدید و خودتون اندازه گرفتید جرمش رو بنابراین رابطه ای که بین کیلوگرم و گرم وجود داره رو دوباره یادآوری میکنیم هر یک کیلوگرم هزار گرمه بر این اساس ما میتونیم اجسام روی اجسامی رو که به گرم به داده باشه به کیلوگرم تبدیلش کنیم و برعکس مثلا نمونه که اینجا اومده جسمی ماده ای هست 120 هزارم کیلوگرم جرمشه من میخوام این رو به گرم تبدیل کنم بعد ضرب در هزار کنم و خب برعکسش اگر جسمی رو به گرم به من داده باشه مثل اینجا که 34 گرمه برای اینکه تبدیل به کیلوگرمش کنم بعد تقسیم بر هزار کنم تا جوابم به دست بیاد اما وزن جسم آنچه که از قبل خوندیم رو با هم یک مروری بکنیم وزن یک جسم برابر با نیروی گرانشیه که از طرف زمین بر جسم وارد میشه بنابراین نیروی گرانشی و این همون نیروی جاذبه ای که ما میشناسیم و آشنا هست برامون وزن جسم رو به وجود میاره جسم رو به طرف خودش میکشونه یعنی این آبی که سرازی میشه پایین به خاطر نیروی جاذبه است و این رو میشه اندازه گرفت کمیتی که میشه اندازه گرفت چه نیروی از طرف زمین داره بر جسم وارد میشه که این رو داره به سمت پایین میکشه چگونه میشه این کار رو کرد؟ یکم جلوتر بریم چون صحبت وزن داره میشه و وزن نیروه ما برای اندازه گیریش به وسیله نیاز داریم به نام نیروسنج اینجا یک نیروسنج رو دارید میبینید برای اندازه گیری یک جس برای اندازه وزن یک جس قلاب نیروسنج رو به یک وضعیت متصل میکنیم به جسم و نگاه میکنیم ببینیم چند نیوتون رو داره نشون میده نیوتون واحد اندازه گیری هر نیرویی از جمله وزن بنابراین بر اساس روابطی که خب این هم یکی از کارهای نیوتون دانشمند بزرگ بوده تونستند وزن یک جسم را با یک سری رابطه ها پیدا کنند. دیدن نسبت مستقیمی بین وزن جسم و جرم جسم وجود داره و این نسبت تقریبا به این صورته که هرچی جرم جسم باشه تقریبا ده برابرش میشه وزن جسم. روی زمین این مقدار تقریبی 98 دهم نیوتن بر کیلوگرمه به این مقدار میگن شدت جاذبه شدت جاذبه ای که زمین وارد میکنه تا جرم، تا جسم رو به سمت خودش بکشه و ما میتونیم بر اساس این وزنش رو اندازه بگیریم اگر یادتون باز باشه که حتما هست در کلاس در کلاس های پایین تر ششم و پنجم ابتدایی صحبت اینو میکردیم که جاذبه ماه یک ششم زمینه یا جاذبه مریخ یک سوم زمینه این عددها رو از کجا آوردند بر اساس باز هم شدت جاذبه ای که هر کدوم از این کره ها دارند به این نتیجه رسیدند وقتی شدت جاذبه یک جسم روی ماه یک و هفت دهم نیوتن بر کیلوگرم هست تقریبا میشه یک شیشومه این مقدار و خب مریخ رو هم که دارید میبینید چهار نیوتون بر کیلوگرم میشه تقریبا یک سوم این مقدار یک سوم یه مقداری بالاتر بر این اساس ما اگر جرم جسم رو در شدت جاذبه ضرب کنیم به وزن یک جسم در سطح زمین میرسیم اگر جرم یک جسم رو در شدت جاذبه اون در مریخ ضرب کنیم به وزنش در مریخ میرسیم و الی آخر وزن اجسام مختلف رو اینجا اندازه گرفته شده آورده شده تا یه مقدار بیشتر ملموس بشه برای ما کمیت وزن کاری که این قهرمان بزرگ کشورمون داره انجام میده وزنهای 260 که 250 کیلوگرمی تقریبا داره بلند میکنه و اگر ما مقدار 250 رو ضرب در 8 هم کنیم یا مقدار 265 رو ضرب در 8 هم کنیم به چنین عددی میرسیم بر همین اساس وزن یک کرم خاکی 500 نیوتن هست وزن یک هواپیما یک میلیون نیوتن هست وزن این نوزا 420 نیوتن هست و وزن این سیب تقریبا دو نیوتونه البته خب بستگی به اندازه سیبش هم داره میتونیم خودمون هم نیروسنج درست کنیم صد در صد شما به وسایلی که اینجا نوشته شده دقت بکنید تهیه بکنید موردی رو که من میگم نوع ساختش رو گوش کنید حتما میتونید یک نیروسنج خوب بسازید یا کش یا فنر یکی از این دوتا رو تهیه کنید یک لوله خودکار داشته باشید قلابی بگیرید خطکش داشته باشید و وزنه مشخصی رو هم به مد نظرتون باشه داشته باشید این وزنه های مشخص بهتره که یک وزنه یک کیلوگرمی باشه حداقل چون ما قراره روی این نیروسنج اندازه هم مشخص کنیم بر این اساس لوله خودکار رو بر میدارید فنر رو از داخلش یا کش رو از داخلش رد میکنید قلاب رو به انتهاش وصل میکنید بالاش رو هم یک گیره یک چیزی که بتونه نگه داره رو انتخاب می کنید. و شرایط عادی رو شرایط عادی اون فنر یا کش رو اندازه میزنید روی خودکار به طور مثال اگر این لوله خودکار شما باشه کش تا اینجا اومده کش رو اندازه میزنید اندازه فعلی کش رو علامت میزنید بعد میرید یک وزنه یک کیلوگرمی بهش آویزون میکنید یا وزنه یک کیلوگرمی از کجا بیارم اشکالی نداره شما خریدی که پدرتون یا مادرتون انجام داده و مشخص من رفتم مغازه اینقدر یک کیلو سیب خریدم یا یک کیلو سبزی خریدم اون رو آویزون میکنید با گلاب به کش مورد نظر ببینید کش چقدر کشیده میشه هر چقدر که کشیده شد اونجا هم علامت بزنید وزنه رو بردارید بین این دوتا علامتی که برای خودتون مشخص کردید رو ده قسمت مساوی کنید با چی با خط کش؟ نگاه بکنید ببینید چند سانته ده قسمت مساویش بکنید هر قسمت یک نیوتن رو به شما نشون خواهد داد مثالی در کتابتون اومده وزن یک کیسه سیب دو کیلوگرمی در سطح زمین برابر با چند نیوتن است بر اساس رابطه ای که پیدا کردیم وزن سیب رو باید پیدا کنیم چگونه جرم جسم رو در شدت جاذبه زمین ضرب می مقدار ما به دست میاد دو کیلو سیب داریم در نو هشت دهم شدت جاذبه نو هشت دهم هست زر میکنیم نیوتون بر کیلوگرم و مقدار ما که نوزده و شش دهم نیوتونه به دست میاد نکته مورد نظر ما که اهمیت داره اینه که دقت بکنید جرمتون حتما بر اساس یکای کیلوگرم باید باشه یعنی اگر جسمی داشته باشید مثل یک دونه سیب این سیب 100 گرم 120 گرم باشه اول این کاری که باید انجام بدیم اینه که اینو تبدیل کنیم به کیلوگرم با کمک رابطه های قبلی که یاد گرفتیم توی کتابتون به چند مورد اشاره شده اینجا هم ما چند مورد رو برای شما به عنوان نشمونه آوردیم تا بتونید کمک بگیرید و یک مقدار مهارتتون رو در گیری جن و وزن بالا ببرید مسائلی که مطرح شده و نوشته شده رو از اطراف تهیه کنید با نیروسنجی که خودتون ساختید یکی یکی اول جرم هاش رو اندازه بگیرید و بر اساس اون میتونید اول جرمش رو تخمین بزنید اینجا بنویسید من مثلا فکر میکنم یک گردو ده گرم باشه می نویسم گردو رو جرمش رو اندازه میگیرم و بعد وزنش رو با نیروسنجی که ساختم اندازه میگیرم ببینم دقیق در میاد یا نه که ما یکی دو نمونه برای شما انجام بدیم خب این یک نیروسنج هست همون نیروسنجی که گفتیم شما میتونید به صورت مدلی بسازید و باش اندازه گیری کنید حالا جای اینجور وسایل لوله خودکار و وسایل دیگه معرفی شد خیلی ساده میتونید این کار رو انجام بدید اون خب نیروسنج ما علاوه بر اینکه نیرو رو نشون میده جرم رو هم داره نشون میده و این کمک میکنه که ما بتونیم جرم رو اندازه بگیریم دو تا وسیله داریم برای اندازه گیری اولیش گردو هست این گردو اه، اه، تخمین بنده اینه که حدود پنج گرم جرم داشته باشه اندازه میگیریم ببینیم به چه عددی میرسیم کمتره بله حدود دو گرم هست بنابراین مایم وزنش رو حساب میکنیم یادمون باشه ده تا هر شرایطی هر چی جرم به دست آوردیم باید به کیلوگرم تبدیلش کنیم دو گرم به کیلوگرم تبدیل میشه و میشه دو هزارم کیلوگرم این ضرب در 9.8 که شدت جاذبه است میشه جواب به دست میاد 2.8 16 دو, دو نوتا 18 و 1 19 چهار رقم اعشار دارم از سمت راست چهار رقم میشمارم و ممیز میزنم ج... وزن این گردو 196 ده هزارم نیوتون هست سراغ عینک میریم با اینک هم همین کار رو میکنیم تخمین بنده حدود 40 گرم جرم اینک بود ولی آنچه که مشاهده می کنیم 20 گرم هست مشاهده کنید خب وزنش رو حساب می کنیم 20 گرم به کیلوگرم میشه دو صدم کیلوگرم ضرب در 9 و 8 هم که شدت جاذبه در روی زمینه میشه دو هشتا تا و سه رقم اشار دارم 196 هزارم نیوتون وزن عینک ما هست اما سیب سیبی که خیلی کمک کرده تو علم خب تخمین من برای جرمی سیب 100 گرم بود بله 100 گرم رو داره نشون میده 100 گرم رو میخوایم به کیلوگرم تبدیل کنیم میشه یک دهم هم زد در شدت جاذبه در روی زمین میکنیم که 98 همه و جواب به دست میاد 98 صدم نیوتن این یک مهارت هست همونطور که میبینید خیلی ساده است نیاز به تمرین داره تمرین بیشتر شما رو کمک میکنه در مهارت اندازه‌گیری در علوم موفق‌تر عمل بکنید با هر وسیله‌ای که دم دست داشتید میتونید این کار رو انجام بدید سیب حالا هر سیبی که مد نظرتون هست درشتر کوچکتر اندازه بگیرید با هم مقایسه کنید وسایل آشپزخانه مثل قاشق وسایل لوازم تحریری که استفاده میکنید، پاک کن مداد اینها رو بردارید با ترازو و یا نیروسنجی که ساختید اندازه بگیرید و وزنش رو به دست بیارید به ها برگردیم و ادامه درس خب رو که دیدیم یکای بعدی و کمیت بعدی رو میخوایم مطرح بکنیم کمیت بعدی طوله من هر زمان که میخوام فاصله بین دو نقطه رو پیدا کنم این دو نقطه دو نقطه مجازی نیست میتونه دو نقطه نقطه باشه در تهران و نقطه در مشهد وقتی میگم فاصله تهران تا مشهد اینقدر هست وقتی میگن فاصله خونه من تا خونه مادر بزرگ اینقدر هست اینا همه داره در مورد طول صحبت میکنه من وقتی اندازه یک چیزی رو هم میگیرم از یکای از کمیت طول از اصطلاح طول دارم استفاده میکنم پس فاصله بین دو نقطه یا مسافتی رو که یک جسم طی میکنه رو ما با یکای طول اندازه میگیریم یکای استاندارد طول از اولین یکاها و واحدهای استانداردی است که دانشمندان انتخاب کردن عرض کردم خدمتون و اون هم متر هست پس یکای استاندارد طول متر هست اما برای اندازه گیری خیلی چیزها متر یک های مناسبی نیست من باید یک های دیگه این هم داشته باشم مثلا برای اندازه گیری یک کولر گازی برای اندازه گیری یک کتاب برای اندازه گیری یک کیف میتونم از یک های دسیمت استفاده کنم یا برای اندازه گیری طول چیزهای کوچیکی که الان تو دست من دارید میبینید از یکای سانتیمتر استفاده کنم یا زمانی که میخوام نوک یک مداد رو اندازه بگیرم یا ته یک مداد رو اندازه بگیرم میتونم از یک های استفاده کنم برای اندازه گیری مسافت های طولانی طول های بزرگتر هم یکای کیلومتر وجود داره که میتونیم ازش استفاده کنیم و اندازه بگیریم کاری که من باید توش مهارت داشته باشم و این تبدیل واحد ها به هم دیگه است رو یه نگاهی با هم داشته باشیم. هر سانتیمتر ده میلیمتره. بر این اساس اگر من میخوام میلیمتر رو به سانتیمتر تقسیم کنم باید اندازم رو تقسیم بر ده کنم و اگر خواستم سانتیمتر رو به میلیمتر تبدیل کنم باید ضرب در ده کنم. همین کار رو برای دسیمتر و سانتیمتر هم میتونم انجام بدم چرا؟ چون اینجا هم عدد رابطه من دهه هر دسیمتر ده سانتیمتره و همین اتفاق برای دسیمتر و متر میفته یعنی هر متر ده دسیمتره حالا چطور میشه که هر متر صد سانتیمتره بر این اساس ده زد در ده میشه و میشه سانتیمتر اندازه و طول به متر زب در دهش میکنیم دسیمتر به دست میاد زب در ده دوبارش میکنیم و سانتیمت به دست میاد برای چی میگیم یک متر هزار میلیمتر چون ده زب در ده زب در ده شده شده هزار میلیمتر واحد بزرگتر هم که عرض کردیم کیلومتر هست برای اینکه ما کیلومتر رو به متر تبدیل کنیم باید زب در هزار کنیم و برای اینکه متر رو به کیلومتر تبدیل کنیم تقسیم بر هزار میکنیم یک یک راه و روش دیگه هم به من کمک میکنه برای اینکه بتونم این تبدیل واحدها ها رو انجام بدم و اونم این که بر حسب مثلا متر اینجا نمونه اومده این رو دقت بکنیم برای بقیه موارد هم میتونیم استفاده کنیم و اونم این که هر میلیمتر چقدر متره اگر هر متر هزار میلیمتره پس هر میلیمتر یک قسمت از هزار قسمت متره پس یک هزارم متر سانتی متر یک متر با همین استدلال دسیمتر یک دهم متر و کیلومتر هزار متر بر اساس این جدول من هر کدوم از این اندازه ها و واحد های اندازه رو داشته باشم میتونم به متر تبدیل کنم این رابطه رو برای تک تک اینها به صورت جداگانه میتونیم بسازیم و ازش استفاده کنیم چگونه تبدیل کنیم؟ اینجا دیگه ضرب و تقسیم نداریم وقتی من میگم هر میلیمتر یک هزار متره حالا میتونم بگم 425 میلیمتر چقدر متره باید ضرب داره یک هزارم کنم پس اینجا رابطه ای که به درد ما عمل اصلی ریاضی که به درد ما میخوره ضربه فقط به تقسیم دیگه کاری نداریم همچون که گفتیم هر واحد اندازگیری یک جا و در یک زمینه کاربرد داره مثلا من وقتی میخوام مسافت و طول دو تا شهر و مسافت جاده ها رو اندازه بگیرم از کیلومتر استفاده میکنم مطمئنا استفاده از متر اینجا انرژی زیادی از من خواهد گرفت یا زمانی که میخوام حیات یک مدرسه رو طول حیات مدرسه رو اندازه بگیرم متر به درد من میخوره طول این مداد سانتی متر طول نوک این مداد میلیمتر کمک من خواهد کرد اینجا دوباره تمام مواردی رو که عرض کردیم اشاره شده بهش اما وسیله اندازه چیست؟ خیلی ساده و مشخص بهتر از من میشناسید متر و خطکش وسیله های اندازه هستن حالا چه متر خیاطی چه متر مهندسی و بنایی که اینجا دارید میبینید وسیله هایی هستن که به ما طول اجسام مختلف رو میدن به روی کمیت طول تاکید زیادیه چون در مساحت و در قسمتی از حجم هم به درد ما میخوره پس دقت بکنیم همونطور که میبینید اینها داره سانتی متر رو به ما نشون میده و هر سانتیمتر هم ده قسمت کردن و هر قسمت رو یک میلی متر مینامند بعضی جاهای اندازه گیری ها فوق العاده مهمه حتی به میلی اندازش رو میگیرن طولش رو انداز... به دست میارن چون ممکنه حتی یک ساختمون ویران بشه همینطور یک میلیمتر یک میلیمتر کج بره بالا ممکن این ساختمون دیوارش بریزه و ویران بشه برای خیلی مهمه دقت در اندازه ها در بعضی از کشورها که مشترک منافع هستند با انگلستان و در خود انگلستان البته یک های اندازه دیگری برای طول وجود داره هنوز هم رایجه و دارن استفاده میکنن بهتره با این هم یک مقدار آشنا بشیم چون زیاد میشنویم مخصوصا یک های اندازگیری مثل اینچ یا فوت رو همین الان در کشور ما هم برای اندازگیری طول های یک سری وسایل به کار میره اگر خدکش ها خدکش های مدرسه خدکش های کوچیکی که به مدرسه هم میبرید دقت بکنید معمولا یک سمتش رو اندازگیری به اینچ زده و شما میتونید اندازه بگیرید طول اجسام رو با اینچ اگر دقت بکنید هر اینچ تقریبا حالا دقیق اگر من بهتون بگم دو پنج و چهار صدمه سانتی متر هستش اما این واحد ها در انگلستان و کشورهای متحد و مشترک و منافع با انگلستان به کار میره راه تبدیل اینها هم به این صورت هستش که هر اینچ دوازده صدم فوته یک یارد سه فوته و یک مایل 1760 یارد هر مایل 1609 متر هست توی بعضی از فیلم ها اگر دقت بکنید و مخصوصا اگر فیلم محصول کشور انگلستان باشه کیلومتر شمار اتومبیل رو اگر دقت بکنید به مایل اندازه زده نه به کیلومتر اون چیزی که در ایران و در کشورهای اطراف ما مرسوم هست رو اونجا نمی‌بینید البته در قدیم هم واحد های یکا های در ایران هم فرق داشت چیزهای دیگه استفاده می شد م... کوچکترین واحد اندازگیری که الان در این مجموعه دارید می بینید یک زر هست هر زر 104 سانتی بوده الان در یک سری کارهای مذهبی و فقهی هم از کلماتی مثل فرسخ یا زر همچنان استفاده میشه یا قدیمی های ما پدر بزرگ های ما از کلماتی مثل چارک هم استفاده می کنند راه های تبدیل اینها به هم هم نوشته شده هر فرسخ 600 زرعه هر زر 4 چار چارکه هر چارک 4 چار گرست هر گره دو بهره و هر زر سر چار سانتیمتره اما مساحت مساحت کمیتیه که رابطه مستقیم با طول اجسام داره وقتی من صحبت از مساحت میکنم میخوام سطح اجسام رو حساب کنم سطح این کف دست یعنی تمام فضایی که سطح کف دست من رو پوشونده این میشه مساحت کف دست من بر این اساس ما اگر شکل هندسی داشته باشیم راحت میتونیم طول عرض یا با فرمول هایی که در ریاضی یاد گرفتیم مساحت رو حساب بکنیم روی اندازه گیری مساحت چون در ریاضی کار زیاد میشه بحثی زیاد نخواهیم کرد برسیم به یکاهای اندازه گیری مساحت یک های اندازه گیری مساحت یک اصلی متر مربع هست و متر مربع مربعیه که هر زلش یک متره اینجا عددهایی نوشته شده به عنوان عدد رابط برای حساب کردن مساحت و تبدیل واحد های به هم اما اون چیزی که کمک میکنه من همیشه این عددها رو به دست بیارم و حفظ نکنم این عددها رو کاریه که در ریاضی ششم یاد گرفتیم یعنی وقتی صحبت از متر مربع میکنم میگم متر مربع مربعیه که هر زلش یک متره مساحت این مربع میشه یک متر زد در یک متر یعنی یک متر مربع حالا هم اگر بخوام متر مربع رو تبدیل کنم به دسی متر مربع به طور مثال میام مساحت این مربع رو با دسی متر حساب میکنم هر متر ده دسی متر ده ده تا صد تا هر دسی متر ده سانتی متر ده ده تا صد تا هر سانتی متر ده, ده, ده میلی ده ده تا صد تا عدد رابطت به دست میاد بنابراین اگر خواستی میلیمتر مربع رو به سانتیمتر مربع تبدیل کنی تقسیم بر صد کن و اگر خواستی سانتیمتر مربع رو بر به میلیمتر مربع تبدیل کنی زب در صد کن و الی آخر رابطه هایی که اینجا میبینید متر مربع دو واحد بزرگتر هم داره که یکی هکتار هست که اون رو در گذشته و در ریاضی خوندید هر هکتار ده هزار متر مربع بهش هکتومتر مربع هم میگن و یکی کیلومتر مربع هست که هر کیلومتر مربع یک متر مربع چجوری می اندازه یک میلیون رسیدن با همین اه, کار ریشه ای که از کلاس ششم و پایششم یاد گرفتیم کیلومتر مربع مربعی که هر زلش یک کیلومتر هر کیلومتر هزار متر من مساحت این رو میام به اه, متر حساب میکنم هزار زد در هزار میشه یک میلیون متر مربع هکتار هم اینجا اشاره شده همونطور که میبینید و یک مثال مثالی که در کتاب اومده با هم حلش کنیم مساحت شکل زیر چند متر مربعه به ما طول رو داده عرض رو هم داده شکل ما هم مستطیله بنابراین طبق آنچه که از خیلی قبل پیش یاد گرفتیم خیلی گذشته یاد گرفتیم ما طول رو زد در عرض میکنیم مساحت شکل ما به دست میاد متر مربع حالا اگر همین رو خواستیم به سانتی متر مربع دسی متر مربع یا کیلومتر مربع تبدیل کنیم کارهایی که در اسلاید قبلی دیدید انجام میدیم خب به حجم میرسیم حجم مقدار جا و فضایی که یک جسم میگیره برای اینکه حجم اجسام رو حساب بکنیم سه روش سه راه داریم اما قبل از اینکه این, این مطلب بگم یکای مورد نظر رو برای گیری کمیت حجم بگیم یکای اصلی متر مکعب هست و بر اساس همون کاری که با مساحت کردیم و اینجا هم میتونیم انجام بدیم یکاهای دیگه ای هم داریم و میتونیم به هم تبدیلش کنیم چطور؟ متر مکعب مکعبیه که هر بعدش یک متره من اگر اینو بخوام به دسیمتر مکعب تبدیل کنم هر بعد یک متری میشه هر بعد ده دسیمتری پس ده زد در ده زد در ده میشه هزار هر دسیمتر مکعب هر دسیمتری ده سانتیمتر هست بنابراین دسیمتر مکعب که مکعب مکعبی که هر بودش یک دسیمتر و میشه ده سانتیمتر ده زد در ده زد در ده میشه هزار همین کار با بقیه موارد هم انجام میشه بعد تبدیل متر مکعب به کیلومتر مکعب هم اومده که البته کاربرد آنچنانی نداره بیشترین کاربرد ما با چنین واحد هاییه که نام های دیگه این هم دارند و باهاش آشنا شدید و آشنا میشید همونطور که گفتم ما سه راه داریم برای اندازه گیری حجم مواد اگر شکل هندسی منظمی داشته باشیم مثل این مکعب مستدید یا مکعب طول و عرض و ارتفاع رو با خطکش یا با متر اندازه میگیریم ابعاد مورد نظر رو در هم ضرب میکنیم حجم شکل ما به دست میاد که گفتم اسمهای دیگه این هم هست برای یکاهای اندازه گیری حجم دسیمتر مکعب اسم دیگهش لیتر هست و سانتیمتر مکعب اسم دیگرش میلی لیتر هست اسم عنوان دیگه هم داره روی بطری های نوشیدنی آب یا بطری های آب میوه میبینید به سیسی هم ذکر شده بر این اساس یک لیتر حجم ظرف مکعبی که طولش ده سانتیمتر، عرضش هم ده سانتیمتر و ارتفاعش هم ده سانتیمتر باشه. هر سانتیمتر یک دسیمتر پس این ظرف ما این ظرف مکعبی شکل ما حجمش میشه یک دسی متر مکعب اینجا هم نوع تبدیل لیتر به سانتی متر آورده شده که شما خیلی راحت میتونید تبدیل کنید و متوجه بشید هر لیت هزار سانتی متر مکعب هست که نام دیگرش هم اینجا به عنوان میلی لیتر ذکر شده اما حجم اجسامی که شکل هندسی منظمی ندارند رو چگونه ما حساب کنیم؟ برای این کار ما به یک ظرف مدرج مثل این بشرها نیاز داریم و یه مقدار آب و اون جسمی که میخوایم اندازه بگیریم بر این اساس ما میتونیم مقدار مشخصی آب رو بریزیم دقت بکنیم آبی که داخل بشر میریزیم نگاه کنیم ببینیم پایین آب کجا رو داره نشون میده گوشه های آب و دوربر آب رو نگاه نکنیم پایین آب هر اندازه رو من نشون بده اون مقدار حجم آبیه که داخل ظرف هست جسم رو داخلش میندازیم و بعد ببینیم چقدر میاد بالا آب ما آبی که داخل بشر هست چقدر میاد بالا اون میشه حجم جسم البته این کارها رو الان میخوایم به صورت عملی و به صورت یک آزمایش هم انجام بدیم آماده هستید؟ خب یاد گرفتیم یک سری اشکال و اجسامی وجود دارند که شکل هندسی منظمی دارن مثل مکعب و مکعب مستطیل برای پیدا کردن حجم مکعب مستطیلی که اینجا میبینید ما نیاز داریم طول، عرض و ارتفاعش رو حساب کنیم تا بتونیم در هم ضرب کنیم این کار رو انجام بدیم خب طول مکعبی رو که دارید میبینید شکل مکعب ما 11 سانتی ارزش رو اندازه میگیریم بر عرض شکل ما 8 و 8 همه سانتی و ارتفاع همونست که ملاحظه میکنید پنج و شش همه سانتی که به دست آوردیم در هم ضرب میکنیم جواب ما در میاد پانسد و چهل و دو و هشت همه سانتی متر مکعب دوباره بنویسیم پانسد و چهل و دو و همه سانتی متر مکعب حالا اگر ما همین حجم رو برای مایعات داشتیم از کلمات میلی یا سی سی استفاده میکردیم همونطور که گفتیم در پای ششم در ریاضی ششم هم یاد گرفتید برای اشکال هندسی خاصی مثل آنچه که اینجا میبینید که یک استوانه هم هست ما راه حلی داریم برای پیدا کردن حجمش آن هم اینه که قاعده اون رو حساب میکنیم زب در ارتفاع میکنیم من چون قاعدم به شکل دایره است امکان این رو دارم که این حرکت رو انجام بدم قطرش رو اندازه میگیرم بله قطر من پنج سانتی متره برای اینکه شعار رو به دست بیارم باید پنج رو تقسیم بر دو کنم حالا مساحت این دایره رو به دست میارم سطح این دایره رو به دست میارم شعاع زب در شعا زب در سه و چارده صدم که عدد پی ماست جوابش در نهایت میشه نوزده و پنج و هزارم سانتیمتر مربع حالا هرچه که به دست اومد زب در ارتفاع جسمم میکنم کنم بله عدد 17 مشخصه 19 و 625 زب در 17 میشه جواب در نهایت بعد از ضربی که انجام میدید 333 و 625 هزار سانتیمتر مکعبه یا به معنی اینکه من داخل این شکل 300 و حدود 333 334 تا مکعب یک سانتی در یک سانتی در یک سانتی میتونم جا بدم اما اشکالی که شکل هندسی منظمی ندارند مثل این سیب یا تخم مرغ ما برای اندازه گیری اونها همونطور که توی درس گفتیم نیاز داریم به یک ظرف مدرج یک بشر مدرج توش مقدار 400 سی سی آب ریختیم حالا این سیب رو میندازیم داخل ظرف تا دا ببینیم حجم آب چقدر میاد بالا آنچه که مشاهده میشه 530 سی, سی سی هست یا 53 میلی لیتر ما 530 سی رو منهای حجم قبلی آب که 400 بوده میکنیم به حجم سیب میرسیم 130 سانتی سانتیمتر مکعب یا سی سی یا میلی که چون البته جامده ما باید از سانتیمتر مکعب استفاده کنیم یک تخم مرغ هم اینجا داریم اون رو هم اندازه بگیریم حجمش رو بله البته یادمون باشه حتما باید بایستیم آب آروم بگیره و اون دایره زیری سطح پایینی آب رو بخونیم آنچه که دیده میشه 460 هست 460 رو منهای 400 که حجم قبلی بود میکنیم به مقدار 60 که حجم تخم مرغ میرسیم 60 سانتی متر مکعب امیدواریم استفاده کرده باشید و مسمر ثمر